حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل، برای پرداختن بیشتر به خبرهایی که گفتیم با ما همراه میشن. آقای آریان، از همین سفر نانسی پلوسی به اوکراین شروع میکنیم. در این برهه زمانی چه اهمیتی داره و آیا این سفر به این معنیه که آمریکا قراره که کمک‌های نظامی و اطلاعاتی بیشتری در اختیار اوکراین قرار بده؟ همینطوره. متعاقب سفر آنتونی بلینکن و همینطور لوید آستین به اوکراین، سفر نانسی پلوسی بسیار مهمه. از یه طرف برای تقویت روحیه به طور کلی کیف، زلنسکی و دولت کیف و همینطور ارتشیان اوکراینی، و از طرف دیگر ایشون یک شخصیت بسیار مهمی است در آمریکا و یک نفر به هر حال که میتونه کمک‌های بسیار زیادی رو که دولت بایدن تقاضا میکنه اینها رو تسهیل بکنه. همین کمک 33 میلیون دلاری رو، میلیارد دلاری رو که آقای بایدن تقاضا کرده برای کمک‌های تسلیحاتی و غیر تسلیحاتی بسیار مهمه. آمریکا به باور من به این کمک‌هاش ادامه خواهد داد. خیلی کوتاه بگم، یک، کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین برای اینکه یک موازنه در جبهه‌ها به وجود بیاره، در شرایط ایدئال بتونه روسا رو به عقب برونه. اقدامات دیگر آمریکا در سطح مهم که در همین سفر نانسی پلوسی هم مستتر هست، اون اقدامات راهبردی برای منزوی کردن روسیه، اعمال تحریم‌های بیشتر و به طور کلی تقویت نظامی اعضای ناتو، به ویژه کشورهای اروپای شرقی که عضو ناتو هستند. و آماری که زلنسکی از میزان خسارات جانی و تسلیحاتی روسیه منتشر کرده، میدونیم که خیلی آمار بزرگی هستش. چقدر بر اساس گزارش‌ها و شواهد این آمار قابل اثبات و اتکاست؟ خب اون چرا که اوکراینی‌ها ارائه میدند میتواند خوشبینانه باشد، برای اینکه در گذشته هم به همین صورت بوده. مثلا ما وقتی به این آمارا نگاه میکنیم، چندی پیش اوکراینی‌ها گفتن که ما 2600 خودروی زرهی روسیه رو از بین بردیم و 22000 نفر کشته داده، در حالی که آمریکا این شمار کشته ها رو حدود 10000 نفر تخمین زده بود. یا اینکه مثلا بریتانیا، آقای بن والاس گفته بود که حدود 15000 نفر کشته شدن و خودروهای زرهی از بین رفته حدود 2000 نفره. بنابراین بایست این آمارا واقعا بررسی بشه. اون چرا که خلاصه بگم اوکراینی ها میگن خوشبینانه است و از جهاتی هم قابل توجیه برای خودشون. و استراتژی ارتش روسیه رو در جبهه شرق اگر کوتاه برای ما توصیف کنید. در خبراتون گفتین به هر حال پیشروی اونچنانی نداشتن. روسا کماکان برخی از قواشون رو فرستادن به طرف ایزیوم که میخوان برن به طرف کراماتوسک و در نهایت به هولیفکا برسن که اونجا پیشرفتی نداشتن. اوکراینی ها چند تا ضد حمله انجام دادن که خبرتون گفتین، بخشای از حومه خارکیو رو در جنوب شرقی و به طور کلی در شرق اینا رو آزاد کردن و در جبهه خرسون هم دارن موقعیت خودشون رو تثبیت می کنند و در ارتباط با ماریوپول شرایط همون هست که پیشتر بوده، غیر از تعدادی از افراد غیر نظامی خارج شدن و حد زده میشه بیش از 1000 نفر از نظامیان به ویژه از گودان آزوف در همون به هر حال آزوفستال اونجا پناه گرفته باشن. بله، سپاس بسیار از توضیحات شما حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی که از نیوکاسل با ما بودید.